چرا کسی که داره برنامه نویسی یاد میگیره نباید فعلا فول ستک یاد بگیره یعنی هم برنامه نویسی عقب یا بک اند و هم برنامه نویسی جلو فرانت اند چرا نباید این دوتا رو با همدیگه یاد بگیرید قبلا توی ویدیو قبلی بهتون گفتم که خوب همه تکنولوژی رو با هم یاد بگیرید ولی منظور من از با هم یاد گرفتن برای برنامه نویس های هست که چند سال توی این زمینه تخصص دارن و در حال یادگیری ولی اونی که میخواد تازه شروع بکنه چرا بهتر فران اند رو یاد بگیره چرا بهتر نیستش که بک اند رو یاد بگیره حالا خیلی میگن که من میخوام همه رو با هم دیگه یاد بگیرم فران اند و بک رو یاد بگیرم ببینید موقعی که شما استخدام میشید میخو... یا میخواید تازه استخدام بشید تازه از دانشگاه آمدید بیرون یا اصلا دانشگاه نرفتید تازه میخواد استخدام بشید کسایی شما رو قبول میکنن که اول شما فرانت اند بلد باشید کسی جونیور بک اند نمیخواد یا کسی جونیور فول استک دیولپر نمیخواد چون کسی که جونیور هست تازه HTML یاد گرفته تازه CSS یاد گرفته تازه جاوا یاد گرفته دیتا یا دادای بک برای اون آدمایی هستن که تخصصیان واقعا کارشون واردن فرض بکنید که شما دارید برای یه بانکی کار میکنید اگه یه اشتباه جزئی توی بکن انجام بدید چی میشه تمام اطلاعات اون ترنزکشن هایی که داخل بانک اتفاق میفته به هم میخوره و بانک شما رو اخراج میکنه ممکن است شما شکایت هم بکنه انا بر این به خاطر همین هستش که شما بهتر اول فران اند رو یاد بگیرید برنامه نویسی جلو یاد بگیرید حالا یه موقع هستش که بعضی سوال میپرسن میگن که با من فقط میخوام برنامه‌ریزی عقب رو یاد بگیرم نمیخوام به برنامه‌ریزی جلو کار داشته باشم به نظر من شما نمیتونید برنامه‌ریزی عقب رو به نحو احسن یاد بگیرید به شرط اینکه شما برنامه‌ریزی جلو رو یاد بگیرید اگر شما بخواید API بنویسید و API هاتون رو در دسترس بقیه قرار بدید یا خودتون بخواید API هاتون رو ببینید نتیجه جیسون فالتون رو ببینید یا ریسپانس رو ببینید شما متوجه نمیشید که به چه صورت داره نمایش داده میشه توی فرانت اند و نمیتونید اون رو درک بکنید بنابراین خیلی مهمه که برنامه نویس جلو رو اول یاد بگیرید بدون برنامه نویس جلو برنامه نویسی عقب امکان نیست به نظر من حالا خیلی هستن که فقط میگن که من میخوام که فول سک دیولوپر بشم برای اینکه حقوقش زیاد تره بذارید بهتون بگم که چه کجای کار اشتباه هست من خودم الان فول سک دیولوپر هستم خب دو تا مثال میزنم که متوجه بشید شما وارد یک کمپانی میشید خب یا شرکت میشید اون شرکت به شما میگه که من شما رو به عنوان فران اند دیولوپر میخوام بعد شما داخل این شرکت میشید بعد شرکت میاد چکار میکنه یه مقدار زرنگ بازی در میاره میگه که میتونی این تسک یا به قول معروف وظیفه بکند رو انجام بدید طرفی که بکند انجام میده امروز رفته هالیدی نیستش یا آفه اه، کار نمیکنه میتونی این تسک رو انجام بدید شما میگید که یه ذره فکر میکنید میگید که شرکت خوبیه نمیشه نگفت به باسمون و میگید که اوکی انجام میدید خب بعد شرکت متوجه میشه که شما بکن هم بلدید خب و میاد تسکای بکن به شما میده شما دیگه نمیتونید نه بگید در که داخل قراردادتون نوشته که شما به صورت فرانت دیولپر دارید کار میکنید چی میشه اون شما میشید فول استک ولی با همون حقوق دارید کار میکنید و این اینا تسکای بکن همجوری به شما انداختن و شما دارید انجام میدید به خاطر اینکه نه نتونستید بگید حالا به خاطر رفاقتتونه در مورد نگفتن هم ویدیو ساختم لینکش این بالا میذارم یاد بگیرید که نه چطوری بگید و این کارا رو انجام میدید و شرکت میگه که خب داره انجام میده دیگه من نمیخوام کسی رو دیگر رو استخدام بکنم این مثال اول پس شما دارید با همون حقوق کمی که برای فرانت کار میکنید برای اند هم دارید کار میکنید در صورتی که میتونستید همون اول بهش بگید که من میتونم این تسک انجام بدم ولی خب ما باید بیایم توافق کنیم که مگه میخواید شما به عنوان فول سگ دیولپر برای شما کار بکنم حقوق منو ببرید بالا یا اون بهش بر میخوره یا اینکه چیکار میکنه اگر یه مدار روشن فکر باشه میگه که راست میگه دیگه این فرانت اند وظیفه ساخت ای پی آی نداره وظیفه کار با پی اچ پی روبی و پایتان و اینا رو نداره وظیفهش اینه که با ریاکت و ویو و جاوا کار بکنه اچ تی ام هم داره خوب انجام میده بهش بر نمیخوره ولی اگه نتونی کسی رو پیدا بکنه که این قضیه دوم اتفاق میفته اینکه حقوق شما رو میبره بالا پس شما با یه تیر دو نشون زدید اگر بتونید نه بگید و بتونید نگوشیت بکنید یعنی بتونید معامله بکنید کل زندگی همش نگوشییت کردنه با این و اون دوم چیز این چیزی که حالا خیلی فکر میکنن که فول سک حقوقی زیاد داره کمپانی هایی که بزرگ هستن انقدر درآمد دارن فرض بکنید کمپانی که در سال اصلا من میگم 3 میلیون دلار پول در میاره یا میگم مثلا 10 میلیون دلار 10 میلیون دلار خیلیه در سال پول در آوردن سه سال میشه میشه سی میلیون دلار این کمپانیا برای خود برای هر قسمت وبسایت وبسایت خیلی مهمه این فکر نکنید وبسایت مهم نیست برای هر قسمت وبسایت یه متخصص دارن یه متخصص فرانت اند دارن یه متخصص بکن دارن دوباره این متخصص های فرانت اند به جونیور و سینیور تقسیم میشن سینیور میره مثلا 10 تا سینیور دارن باز سینیور اول میره مثلا قسمت پرداخت مالی رو در دستش میگیره سینیور دوم میره مثلا قسمت مثلا فایل و پوشه رو در اختیار میگیره سینیور سوم میره قسمت مثلا مثلا قسمت انجمن مثلا در دست میگیره خب این کمپانی انقدر پول دارن که برای هر قسمت وبسایت یه متخصص دارن و متخصص فرانت اند و بک اند دیولپر فول استک ندارن میدون چی میگم یعنی فرانت اند دارن و بک اند دارن این فرانت و بک اند خوشون به جونیور سینیور تقسیم میشه جونیور سینیور وظایفاشون متفاوت جونیور مثلا ممکنه یک کار CSS انجام بده یک کار JS کوچیک انجام بده کارهایی که خیلی مثلا ساده است انجام بده سینیور میاد چیکار میکنه ریفکتور میکنه ریویو میکنه کد و اینا پس بیشتر کمپانی های کوچیک فولستک استک دیولپر میخوان تا کمپانی های بزرگ میدونی چی میگم کمپانی بزرگ اینقدر درآمدشون زیاده که استخدام کردن دیولوپر براشون کاری نداره و اگر شما به عنوان فول سک دیولوپر اونجا استخدام بشید با اینکه حقوقتون بالاست انباشته شدن کارها روتون زیادتره کارش راحتتره من دارم میگم الان به عنوان فول سک دیولوپر دارم کار میکنم کارش راحتتره چون ای پی آی خودتون میسازید خودتون هم کانسیوم یا مصرف میکنید خب ولی دیگه بیشتر وظیفه ها میفته گردن شما پس بعد بدونید که آیا دارید برای کمپانی کوچیک کار میکنید یا برای کمپانی بزرگ شما میتونید با همون حقوق فول استک به عنوان فران اند کار بکنید میدونید چی میگم مثلا فران اند اینجا حقوق 60000 پوند در سال میانگین میگم الان زیادتر هم شده یه چیزی در حدود 70,000 دل... پوند پوند که از دلار بیشتره حالا میگم 60000 پوند در سال حقوقتونه اگه دو سال بگذره میتونید درخواست سالاری ریز بکنید یعنی درخواست حقوقتون رو بیارید بالا ولی اگه به عنوان فول سک دیولپر باشید وظیفاتون زیادتره ولی نمیتونید هی تون تون درخواست سالاری رایز بکنید چرا چون کمپانی میره دنبال آدمایی میگرده که یا فرانن هستن یا بکن هستن شما کمتر کسی رو میتونید پیدا بکنید که فول استک هست نمیتونید بگید که حالا مثلا مثال میگم فران اند دیولپر حقوقش 60 است بک اند حقوقش 40 است رو همدیگه نمیشه هزار پوند خب 100 پوند در سال شما نمیتونید برید به رئیس بگید که من فول استک دیولپرم حقوق منو بکن 100000 هزار پون در سال خب ولی اگه فرانت اند دیولپر باشید 60 تا میگیرید سال بعدی میتونید بگید که من 70 تا کن دو سال دیگه میتونید بگید من 80 تا کن و این باز وظیفات نسبت به بقیه کم داره حالا این یکی از غذایه اینه که به عنوان آدمی که جونیور هستید نباید جفت اینا رو با هم یاد بگیرید و فرانت اند و بک اند رو اول پیشنهاد من اینه که فرانت رو یاد بگیرید و حتی اگه میتونید بمونید توش توی فرانت چون فرانت حقوقش خیلی بالاتره بکند کاری نداره بکن فقط ای پی آی درست کردن پکیج گرفتن پول کردن و ای پی آی درست کردنه که لاجیک یک اپلیکیشن رو داخل بکن می نویسن بنابراین این چیزها رو میخوام در نظر بگیرید از فول ستک Development شروع نکنید چون خیلی طول خواهد کشید اول از فرانت اند شروع بکنید اگر تونستید خواستید برید بک اند بشید یه مقدار از فرانت اند رو در نظر بگیرید بدونید و اون موقع برید بک رو. بک اند دیولپر بشید امیدوارم که تو این ویدیوی کوتاه بهتون کمک کرده باشم و شما رو توی ویدیو دیگه میبینم فعلا The next morning از اتون از من سوال کرده بودید که در روز چجوری برنامه نویسی میکنی از خونه خوششانسی من اینه که من توی خونه یه گاردن دارم که الان که زمستون سرد خبری نیست ولی معمولاً من خیلی فضای باز و دوست دارم تا اینکه بشینم توی خونه اون گوشه اون کورنر که ویدیو رو درست میکنم برنامه نویسی کنه یه کورنر گوشه یه مقدار تاریک هستش حالا میشه لامپ روشن کرد مثلا اونجا مثلا چیز کرد برنامه نویسی کرد ولی یه میز غذاخوری کوچیک دارم اینجاست به این حالت نگاه بکنید و این هم گاردن هم. اگه روبرو رو, رو نگاه بکنید میشینم تو این فضا برنامه نویسی میکنم البته این فضا انگار که فضای انگار که رفتید توی پارک نشستید دارید برنامه نویسی میکنید ولی خوبش اینه که پنجره دارم گرمه و طبقه بالایی هم یه جورایی خیلی توتی دوست داره یه دونه چیز درست کرده بالا توش پر تخمه و نمیدونم چیز کرده <تصفح> توتی ها میان قضا سرستا میکنم، ببین چقدر هم سرسدا میکنن همهش جیک جیک میکنن توتی که جیک جیک نمیکنه ولی خب صدا میکنن از این برام این منتظره من بهش قضا بدم ببینید ببینید میگه قضام چی شدید نامیشه این یک زیره ها اینو برم